acelui datobat, surudimi lii, tot s-a dovedeat. Polișmanda mazul cu barcăzet. Истиклол, хамлагари ассоциати мунтахаби Таджикистан. Им бозиро, алакай бо пайоми хуб огоз хоанд кард. Бо табир бисёр хам болида. Мо метавонем ки бо ҳаяти дастаҳо ошноӣ пайдо кунем ва баъдан таваҷҷӯҳ худро ба ин бозӣ равона мекунем ва умед барон мебандем ки ҳар ду даста то ниҳояти бозӣ ба қавле интригарро барои мо таъмин ва пешниҳод мекунанд. Ҳамчун мизбон дастаи Истиқлол ҳайаташ ба таври зайл аст. Рустам Ятимов таҳти рақами 1 дарвозабон. Се ҳимоятгари марказӣ рақами 4 Тимур Парсвания, рақами 51 Глеб Грачев, рақами 2 Сиёвуш Асроров аз ду канор ҳимоятгарони зиётар ба ҳамла моил буда Аҳтам Назаров рақами 19 ва Табрез Исломов рақами 3. Рақами 10 Рикато Гонсало Габриел, ки баъд аз 3 ҳафта ба футбол ба ҳайат бармегардад. Бозингари аргентинӣ, ки дар таърихи футболи Тоҷикистон нодир аст, ё ин ки аввалин нафар имрӯз баъд аз фориғ шудан аз ҷароҳат ба майдон омадааст. Барояш то як андоза мушкил ҳам аст, ки шояд эҳтиёт бикунад ва низ пазмон шудани футбол метавонад фактори асосӣ бошад ва барои дастаи Истиқлол ин чиз кӯмак намояд. Хуб баъдан рақами 15 Идрис Амину, рақами 7 Муҳаммадҷон Раҳимов ва ду нафар дар хатти ҳамла. Оло бархурди бисёр ҳам шадид ва садои баланди он футболбоз, ки ба нараи шер баробар буд, аммо дар ҳоле ки барояш осеб расонидаанд. ин ҳамон Табрези Давлатмир, ки ӯ ҳам ба наздикӣ ба майдон баргашт, ҷароҳати худро табобат карду бо умеди калон акнун ба дастаи Истиқлол кӯмак мекунад. вале бубинед ки ҳолаташ ҷиддӣ менамояд. албатта мо умедвор ҳастем, ки ин футболбоз вақеа медонед дар тими миллии Тоҷикистон дар ҳамин канор яке аз номзадҳои асосӣ ба ҳисоб меравад. аниқтараш бояд ӯ акнун вориси Аҳтам Назаров бошад ва ин мавқеъро соҳибӣ намояд. аммо мебинем, ки боз ҳам футболбози мазкур ҷароҳат мебардорад ва накунад, ки иқболаш паст бошад. ҳайатро
ادامه دهیم. جلیلوف منوچهر و همچنین شیروانی محمد شایف، سرمربی دسته استقلال علیشر تختایف. فایسکانت ولادیسلاو شفچنکا تحت رقم 12 دروازه‌بان خیبابا روما، رقم 15 و بیوت اولتراس هم اولتی استانداردی که در بازی امروز این هم نخستینش است. متوجه شویم اینجا دروازه‌بان توپ را صاحب می‌گردد و حیاتی دسته اسخطا صاحب جان حکیموف رقم 2، رقم 20 اولیم جان کریموف، رقم 21 عبدالرحمن اوزاقوف در خط میانه میدان، رقم 23 دلشاد جان کریموف، رقم 14 اویبک عبدالغفاروف، رقم 17 ابراهیم خان اشان خانوف، رقم 7 شهزاد جان مامور جانوف، رقم 22 سنجار الکسی بویف، رقم 10 دلشاد بزاروف، سرمربی دسته ایگر سوکوف. دوباره اساسی در میدان رستم نورماتوف از دوشنبه به او کمک میکنند وفا قرایف از نوی شهرینه و همچنین اکمل بوریف از شهر تورسونزوده. اینسپکتری بوزی عبدالرحیم بابویف و کمیسر این دیدار شوکت احمدوف. امان مهروب اسرائیلیون این بوزی رو یک جا با شما تماشا خواهم کرد. دقیقه های اول بوزی به شوکه با برتری میزبانان پس سر میگردد و هنوز ما ضربه رو جانبی در بوزه مشاهده نکردیم و نیز حمله دسته استقلال رو که با گل نزدیک باشد. تنها با یک ارسال به داخل جریمه‌گاه از حالت استانداردی و داخل جریمه‌گاه اونها وارد گردیدند. دیگر دسته فایسکان رو ببینید با پنج حمایتگر یک دیواری خوبی حمایت رو تشکیل کرده است، سازمان داده است و حالا در کنار ماس توبرو اونها سوی میگردن، ولی با یک پرتوف با خط حمله که اونجا کسی رو مشاهده نمیکنیم این توبرو از دست میدهند. ارسال تو با خط حمله اینجا شیروانی و واسچوف مبارزه میبرد. تو برو در میدان نگاه داشته میتواند و او تکنیک خوب دارد، اما از یک حمایتگر نخواست که بگذرد و دام پرتوف با مرکز میدان اینجا قاعده بازی بیرون میگردد و توری آشکارو و داور هم ضربه جریمه‌ای دوم رو تعیین میکند. الکی در این دور دو بازی انجام یافت. این البته در روز شنبه دسته استرافشان غلبه خود را بر ریگر تندانه کرد و ایسا بی دو بر یک و باست هم نمونده شهر صنعتی تاجیکستان بعدی ایواز کردنی مربی هم نمیتواند نتیجه مثبت بقید بگیرد و اونو در تخانه جدول میمونند. حالا اول ضربه جریمه‌ای جانبی در بوزه دسته فایسکان خوب خب دسته استقلال بر فایسکانت غلبه کرد با حسابی سه بر یکی اونجا اول شده است توی دروازه‌شان بیرون آوردند و بعدا کامبک رو ما مشاهده کردیم. ریگر همچنین از رقیبی امروزه دسته استقلال یعنی اسخطا مغلوب گردید با حسابی 1-0 و این غلبه آخری مهمانون با حساب می رود که بر عوض گلی سنجار رخسیبویف این هم در دقیقه 20 دسته شمال کشور توانست که پیروزی به دست آورد. ما البته می توانیم با بازی های اخیر هر دو دسته متوجه شویم، ولی در این رقابت هر دو دسته آماده هستند که یک مبارزه تیز و تند رو نشان بدهند و این زیادتر از جانب مهمانان مشاهده می گردد. حالا در مرکز نسبت به
Муҳаммадҷон Раҳимов, ки зери робари сармураббӣ ҷадид акнун мавқеи худро иваз кардааст, қоидаи бозӣ вайрон гардид. Вале инҷо постам дар канор мавқеи пайдо кардааст Муҳаммадҷон Раҳимов. Дар бозиҳои ахир мо ӯро дар марказ мушоҳида кардем, ҳамчун халбек. Партов ҷониби Табриз баландтар ва ин аут хоҳад буд ба фоидаи дастаи Схата. Дар бози даври 13-ум дастаи Схата дар дерби шимоли кишвар аз Равшани Зафаробод шикаст хурд бо ҳисоби 2-0 ва ин як андоза натиҷаи ғайриинтизор ҳам мебошад. Боз ҳам дар канор як футболбози дастаи Истиқлол ба кӯмаки табибон ниёз дорад. Инҷо чӣ гуна рақобат сурат гирифт миёни футболбозон мушоҳида мекунед. 2 нафар тӯбро аз Аҳтам Назаров кашида гирифтанд ва бозингари дуюми канори дастаи Истиқлол ба кӯмак ниёз дорад ва аввали ӯ сармураббии дастаи Истиқлолро нигарон мекунад. و در ماهی گذشته نتیجه از همه انگاموی در دوری 13 میتوانیم پیروزی دسته اسخطا بر کلوب مرکزی ورزش ارتش را بگوییم و چگونه جریان گرفتن این بازی هم بسا جالب بود. حالا قاعده بازی ویران گردیده است از جانب فوتبال بازان دسته مهمان در نسبت ریکاتو گانسالو، اون نفره که گفتم 3 هفته در حیات استقلال زور نداشت. واقعاً اونجا دیشب بزرگ توانست با زدن 3 گل موفق بگردد و این خطری در عرفه که تیم منتخبی تاجیکستان بازی خود را برگزار میکند و دعوت به تیم ملی صورت میگیرد. البته اکثریت فوتبال بازان استقلال اساسی تیم ملی را تشکیل میکنند و در این بازی بشوبه دلشاد بزرگ هم یکی از نامزدها به حساب میرود. واقعا سرمربی تیم منتخبی تاجیکستان پتر شاکر در میدان حضور دارد و این بازی را تماشا میکند. این رو باید فوتبال بازان هم دانند و تلاشی بیشتر داشته باشند. پرتوف با خطی حمله از جنوب حمایتگری دسته استقلال که تو پروس با دستی دروازه‌بان می رود و خودش رو خجالت نداده با پویایش تو بروسوی میگردد، چون که کسی از بازینگران استقلال هم حتی امکانی فشار آوردن را بر او ندارند. تو را در مرکز بازینگران اسخطا سویبند. از مسافه دور ضربه جانب دروازه رستم یتیموف با اوسونیون را سویب میگردد. البته زود از دو اکنون طلب کرده می شود که توسطی مویدگران حمله دستر رو آغاز بخشد. تنها با این رو می شود بزنگرانی دسته رقیب رو غفلگیر کرد، چون که با کمی 3 نفرشون در نیمه میدان دسته استقلال حضور داشتند. حالا می بینیم منوچهر جلیلوف مجبور است تا مرکز میدان آید و توپ رو با شریکانش در حمله ارسال کند، ولی موفق نمی شود. با توپ اسخطا و این
در میدان باقی میموند اما با فوتبال بزنین دسته استقلال نصیب میگردد محمد جان رحیموف از حلقه دو نفر بیرون میآید و سلامت و نسبتش قایده بوزی و ایران میگردد تبریز توپ رو نمیتواند صاحب گردد چون که قوی بود فشار فوتبال بازان دسته استقلال با حمایتگرانی اسخطا و قریب بود که از آن سر بیرون آورند و حمایه به حمله تبدیل گردد شماره کمی بازیگران از خطر رو مشاهده میکنیم در نیمه میدان دسته استقلال با جدول توجه کردن از نگاهی ولو ضربه جانبی دروازه یا اینکه پرتافت مهم نیست تو از میدان بیرون گردید خوب تنها سگونه برای ما جالب است اونجا دسته استقلال رفشان و خوجان قرار دارند فرق در همین زمان 4 امتیاز را تشکیل میدهد اما دسته استقلال دو بازی کمتر انجام داده است خوب خوجند چخیل که گفتیم در این دور به مغلوبیت روبرو گردید در اقبت به دسته ارتش که واقعا حریف نامتناسب برایشان اکنون شناخته می شود این کوشش دسته از خط هم به برار خاتمه یافت امکان داشتند نمایندگانی پرقدرتی دسته های ولایتی سوخت هنه خوجندی خوجند از روشن بگذرند با نظر داشتی بوزی دسته شهر کلوب البته که با رفشانی زفر آباد رقابت میکند و به ما خبر دادند که حساب دو بر یک بود و ما کوشش میکنیم که باز هم با خبر شویم از این دسته از خطا باشد پیش از آخرین با افزودن 14 امتیاز اما موقعی که آنها رو میتواند با لیگه دیوم خورش بکند آنجا روشن و ریگر تدست تا خونه جدول رو پر کردند و دسته اسخطا با روشن زفر آباد 3 امتیاز فرقیت دارد ازاوت دسته اسخط توپ رو به بازی می‌دارد حالا در مرکز بازیگران استقلال می‌توانند که توپ را صاحب گردند ولی موفق نمی‌شوند هجوم پوزیسیونی دسته اسخط را مشاهده می‌کنیم باز هم می‌خواهند که از کنار راست اون را سازمان بدهند باز هم طرف مقابل توپ انتقال داده شد اونجا کریموف دیشو جان اموده است که از آوت توپ رو با بازی دارد و در هول در داخل جریمه‌گاه هم دستش رو با توپ تامین میکند اما حالا بعدن اصلاح کرد کار خوب اشتباهش را دلشاد بازاروف از یک نفر گذشته جانبی دروازه ضربه هم زد دلشاد بازاروف با این اندیشه که توپ از پای فوتبال بازان دسته استقلال میدان را ترک گفت حتی امین امکانیت رو پیدا نکردن برای کپیتان دسته اسخطا لاموار است
ببینید در آخرین لحظه واقعا هم تو با او برخورده از میدان بیرون شد. ایرسال تو با کنار میدان اینجا محمد جان رحیموف در برابر یک نفر میتواند که با پای چپ با داخل جریمگاه تو برای انتخاب بدهد. این ضربه بالاتر از دروازه بود. چه خلاکی گفتیم بازی با اشتراک این دسته ها رو در ایدومه زیاد مشاهده خواهیم کرد. رقابت های در مرحله اول رو هر دو دسته با هم برگزار نکردند و چه خیلی که میدونیم در یک سال ده دسته در لیگ اولی تاجیکستان سه مرتبه با هم رقابت نکنند و این اولینش است. قایده بازی نسبت به فوتبال بازان دسته اسخط وایرون میگردد و اونها امکان دارند از حالت استانداردی استفاده برند. دسته از خط هدفمندانه رقابت میکند. دقتی اساسی رو به خط این مویه روانه کرده آیسته آیسته تشبس رو هم بردست میگیرد. در چند لحظه اخیر ما مشاهده کردیم که تو بیشتر در اختیار اونها بود و من هر دو دسته تلاش میکردند تا در حمله امکانات های خود رو جستجو نمایند، اما از جانب استقلال تنها یک منظره مشاهده میگردد که مویدگران توبرو به حمله ارسال می نمویند اما به نتیجه یعنی تو به سراغه نمی روید. دسته از خطه باشد و جمعه پوزیسیونی می کند. حالا پرتوف به کناری راست امکانیت هست که توبرو به جریمگاه ارسال نمود. حالا تو به از پای کی میدان را ترک گفت. بازینگرانی دسته استقلال در خطی حمایه وگر نه از دسته اسخط دلشاد جان کریموف میتوانست که پای خود را گذاشته توپ را داخل دروازه بکند. حمله بسیار هم تزکاری دسته اسخط را مشاهده کردیم. با دو پاس توانستند که با داخل میدانچه دروازه استقلال باشند. انکترش منطقه‌ای که به دروازه بان تعلق دارد رستم یتیموف بعدان هم از ضربه کنجی فرصت از سوی دسته اسخط را مشاهده کردیم. توپ کنارتر رفت وگر نه رستم یتیموف از جای خوب نجنبید. به پروایانه و با نوشیدن آب دروازه‌بان تیم منتخب تاجیکستان تو رو بازی می‌دارد. با کمک حمایتگران احتم نظروف تبریز است. ولی اون کنار خیلی خوب حمایه می‌شود و راه‌های دیگر را جستجو می‌کنند بازینگران دسته استقلال و می‌توانند موفق شوند. محمد جان رحیموف از یک حمایتگر توپ رو گذراندن نتوانست. تبرز نسبت به حمایتگری کناری که موقعش در وقتی حمله کردن دسته استقلال نیم محافظتگری کناری می باشد. به اجازه داور تو با بازی درآورده شد که حالا نورماتوف این حالت را میخواهد که مورد دقت و توجه خود قرار بدهد. خود تبریز توپ را با بازی می‌دارد. در داخل جریمه‌گاه امکان ضربه زدن پیدا شد با فوتبال‌بازان استقلال. حالا قاعده بازی وایرون می‌گردد. خیلی داغال و
نیگرانی کننده که در این حالت بازنگر میتواند دو سه بردارد علیم جان کریموف. واقعا سنجار خسی بویف است. بخیر از دلشاد بزاروف نفره که دسته اسخطا زو امیتوی کلان خواهد داشت و این بازنگر با زدن گل قدیر است. مثل که در رقابتی اخیر دسته اسخطا با کمک این فوتبال بوس توانست غلبه به دست آورد. باید گفت که سنجار خسیبویف یک مدت در سنجش دسته استقلال قرار داشت ولی بعدا فعالیت خود را در دسته های دیگر ادامه داد. مدت زیاد ما او را در خوجند مشاهده کردیم که انتقال یافتن بازنگران لیگ اولی را در دسته های شمال کشور زیاد مشاهده میکنیم. حالا امکانیت برای دسته استقلال پرتوف با محمد جان رحیموف کمی قوی تر که به آن رسیده نمیتواند. باز هم عضو تیم منتخبی تاجیکستان نیمه حفاظتگر کناری دسته استقلال. اینجا پس نازوک لازم بود که شاید فوتبال بازان یک دیگر را درک نکردند و بدون مصلحت همین گونه اتفاقات روی داد. خوب ادامه امان اندشه که در دسته اسخطا بازنگران مشاهده میگردند که از رفشن ظفرآباد آمدند، از استرفشن مخصوصا اویبک عبدالغفاروف و اکثریت فوتبال بازان در حیط دسته اسخطا به نزدیکی جمع آمدند زیر نامی دسته که در خوجند بان از دیکی تاسیس داده شده است. انختارش این باشگاه از نو احیا میگردد و اما در موسم دیوم باقی ماندن آنها در لیگ اولی در قطار دسته های زبده مملکت زیر سوال می رود. حالتشان تا یک اندازه نگرانی کننده است که در نزدیکی های زینوی اخیر قرار دارند. حالا تو باید داخل جریمه ارسال کرده می شود. اون رو دروازه بون ولادیسلاف شفچنکا صاحب می گردد. بخیان در خاطرتون باشد چند وقت در موسمی گذشته در آغاز البته دسته اسخطا پیش صفی جدول بود و بعدا در زینه های خوب که اگرچه موسمی دبیوتی هم باشد از جانب این دسته ما مشاهده کردیم اشغال شدن زینه های خوب را. اما ما بازم نمیتوانیم اعتراف کنیم که مشکلی اساسی در فوتبال تاجیک این ربط دارد با جهت اقتصادی. البته پول گناهکار است اما اون را مجازات کرده نمیشود و این یک نوشته ای که زمان در گزیته اولینی ورزشی یا که فوتبولی با نام گل خونده بودیم و هر لحظه می توانیم که در این مورد همین گونه حالت رو شرح بدهیم. سرمایه گذاری با دسته اسخطا با اون حد نیست که مثلا اگر قیاس کنیم با خوجند تو آنها توانند نتیجه های خوب را نشان بدهند و برقرار باشند. حالا فرصت برای دسته اسخطا حمایتگران میزبان با مشکلی خوف را برطرف میکنند. تلاش های دسته اسخطا را مشاهده میکنیم که ادامه مییابد. حالا فرصت برای ضربه زدن و داور اشاره میکند که قاعده بازی ویران گردیده است اما فرصت ضربه زدن پیدا کرده بود بازنگر دسته اسخطا. اگر موفق میشد ما
از داخل دروازه خود توپ را بیرون آوردن یتیموف را می‌دیدیم. دیشو جان کریموف واقعاً به جای ضربه زدن با توپ پای رقیب را به نشان گرفت و حوال شده اینجا فوتبال بازی دسته استقلال با توپ رسیده خوف رو برطرف کرده است. گلب گراچوف که این رو میتوان گفت با نقد جون با قبل با جراحت برداشتن دختران کمک میکنند با حمایتگری مرکزی دسته استقلال و ببینید که در اسخطا با یک تابلو و من در حال در مرز میدان نشان دادن کامبینیسیو یا جایگیر شوی فوتبال بزن از جانب سرمربی و بردیوسی این ایگور سوروفت توانست که بهترین مربی دور اخیر باشد و من فعالیت او را در دسته اسخط میتوان مثبت ارزیابی کرد. ناتام نظروف در مرکز منوچهر جلیلوف آماده است که توپ را صاحب گردد و ببینید که توپ را با بازیگرانی دسته اسخطا این دیر دوام نمیکند. اشتباه خود را اصلاح میکنند فوتبالبازان استقلال و ببینید که چگونه از هر دو جانب به احتیاطی به قبل و برو سرشتا نکردنی اونها و این به منفیت دسته اسخط هست تا یک اندازه، اما با فوتبال بازی اونها کمک دختران ضرور است. این اویبگ عبدالغفاروف می باشد در وقت ارسال کردن تو با حمایتگر با من فوتبال بازی دسته استقلال که اکنون ما فهمیده منوچهر جلیلوف بوده است برخورد. کپیتان دسته حملگر مرکزی دسته استقلال مجبور است تا اینجا ها بیاید و کمک بکند برای توبرابوی سهم خود را داشته باشد و محص او در لحظه تکرار میشود گردید که خویده بازی رو ویران کرد. توپ که با فوتبال بزنی از خط باقی مونده بود داور اجازه داد برای ادامه بازی که در حمله دسته از خط بود. باز هم برخورد و باز هم در میدان فوتبال بازان کمی زحمت نکشند و اینجا هم رقابت منوچهر جلیلوف که در فشار آوردن البته او زیادتر زحمت نکشد همراه با شیروان مابتشویف. تا 30 دقیقه بازی دسته استقلال موفق نمیگردد برای تشبس رو بر دست گرفتن در بازی امروزه فشار آوردن به حمایتگران تا یک اندازه این با یک حالت معمولی بدل گردیده است. در بازی دوری اخیر هم دسته استقلال اول شده از توری در بازش گل بیرون آورد بعدا رقیب امکانیت ها رو با وجود آورد اما از اون استفاده کرده نتوانست. دسته استقلال در عملی کردن نقشه های خود موفق تر بود با قبل همون استفاده بردن امکانیت ها با طور مکسیموم از جانب آنها مشاهده شد. اما در بازی امروزه دسته اسخط خیلی هدفمندانه با حمایت نشسته است و تا این لحظه ها این کار را با طور ایدیالی با قبل اجرا میکنند. باز هم همون منظره از خطی مویه یک پرتافت به طرف منوچهر و شیروان مابتشویف
گوهی مویدگران و گوهی دروازه‌بان دسته اسخط توبروسوهی میگردد. با بازیگذاری دسته اسخط حمله خود را سازمان میدهد با فرق از رقیب که امروز در خانه خودش بازی میکند و اومان پیش صف جدول است. البته این خلاصه های اولین در بازی امروزه و هر لحظه میتواند که سرتاپو بازی تغییر یابد. و دسته استقلال باز هم در حمله موفق شود، ولی آنچه که تا این دم مشاهده میکنیم حقیقتی به بحث است. دسته از خط با قاعده ویران کنی های کوچک دست میزند. این در فوتبال یک حالتی معمولی است، ولی در نزدیکی جریمگاه خودشان باید احتیاط شوند. اما تا اونجا دسته استقلال راه پیدا نمیکند، چون که نسبتشان قاعده بازی ویران میگردد. از قرار برآورده دوبار میتوان چنین خلاصه برداشت و از تکرار را انتظار هستیم که چی واقع روی داد که فوتبال بزرگ دسته اسخط از این سخت ناراضی هستند و با اندشه آنها نسبت به فوتبال بزرگ دسته اسخط قاعده بازی ویران گردید. به تو بازینگر اسخط رسیده است و در لحظه تکرار مشاهده میکنیم که کمی اگریسیوی هم بود عملی فوتبال بازی دسته اسخط و بعدان با پای محمد جان رحیموف هم رسیدنی پای دسته بازینگر دسته اسخط رو هم دیدیم، لیکن اول شده با توپ فوتبال بازی دسته اسخط رسید. کوششی بازینگران مهمان، اما در حمله توپ را صاحب گردیدن نمیتواند دلشاد جان کریموف. منوچهر جلیلوف، گلیب گراچوف، محمد جان رحیموف با مشکلی روبرو می شوند حتی در اداره کردن توپ. این مویدگرانی دسته استقلال با بزینگر میانه میدانی دوشنبگی ها فشار آورده شد، اما لیگنری دسته از این حالت بیرون اومد و باز هم قاعده بازی ویران کرده می شود نسبت به شیروان. مورای اساسی دسته استقلال از ناراضیگی بازینگران رقیب عصبی می شود، در حالی که واقعا نسبتش قاعده بازی ویران گردیده است. این رو در حالت تکرار می توانیم مشاهده کنیم. چونی به نظر می رسد که به توپ اول شده رسیدن گویو دلیل و دستک است برای همین گونه سخت رقابت کردن. البته دسته اسخط علاج دیگر ندارد و برای نتیجه همین گونه رقابت تیز و تند از آنها طلب کرده می شود، ولی احتیاط شرطی حتمی است، چون که البته برای خودی فوتبال بوزون این یک ضربه سخت برای دسته تلفات و این رو هم به نظر گرفت که در حیات هر دو دسته فوتبال بوزون تیمی منتخب تاجیکستان هستند. اولا فرصت برای دسته اسخط از مسافه دور ضربه جانب دروازه. جهیش رستم یتیموف را اگر به این نوبت بگیریم، این ضربه خیلی خطرناک بود، از کناری دروازه گذشته میدان را ترک میگوید.
Грачев. Тубрабои бозингарони схата, акнун Ахтам Назаров, ки чикор мекунад дар инҷо ба иштибоҳ ро дод. Ва боз ҳам аз масофаи дур бозингарони дастаи схата зарба мезанад. Ки ин бе натиҷа. Муҳаммад Ҷон Раимов. Манучер Ахтам Назаров мавқеи худро тағйир дода, ҳамчун бозингари миёнаи майдону нарнамоӣ мекунад. Яъне бозисоз, нафаре ки партофти асосиро анҷом бидиҳад. Ва агар боз ҳам мафҳумтар бигӯем, плеймейкер акнун Ахтам Назаров, ки дар аввали бозӣ албатта дар канори худаш ва дар мавқеи ҳимоятгари тарафи чап бозӣ мекард. Онҷо акнун як худи Табриз кофи аст ҳам дар ҳамла, ки албатта барояш туб камтар меояд ва низ дар хати моя бозингари мазкур метавонад худаш танҳо бозӣ кунад. Грачев, Ахтам Назаров ва дарвозабон Рустам Ятимов, ки шояд акнун зарбаи қавӣ мезанад ҷониби Шервонӣ. Ту бояд бо кӯшиши касе ба ҳамин футболбоз интиқол дода шавад ва ӯ ягон чи фикр мекунад, агар омиёна карда бигӯем. Нарочар Ҷалилов хаста шуд аз қафо нишастан ва кӯшиши интиқол додани туб аз ҳимоя ба ҳамла. Маҳмадҷон Раимов, Ахтам Шервонӣ дар ҳамин секунҷа қарор дорад ва тубро акнун соҳиб мешавад. Дар якдигар бозӣ кардани ӯ бо Маҳмадҷон Раимов, ки футболбози мазкур баъдан зарба мезанад, ки онро Владислав Шевченко соҳиб мешавад ба осонӣ. خوب است این دسته استقلال کوشش کرد در دقیقه 39 بازی که پشت سر می شود. ما یکی از کوشش های کماندار کمی دسته استقلال را مشاهده کردیم. محمد جون خوب البته او در کنار است. این دفعه با شیروانی ارسال طویل انجام داده شده بود، بعدن با او تو برگردانده نشد و اکنون دسته اسخط در حمله حمایتگران توکل نکرده تو برو زده از میدان بیرون میکنن. اکنون محمد جون رحیموف در خط حمایا برگشته بازی میکرد که نتوانست تو برو در میدان نگاه دارد. ببینه در عکس حمله دسته اسخط چگونه خطرناک است، ولی اولا اونها تو برو از دست میدهند. بازینگری ارگنتینی دسته استقلال تو برو از دست داد. کانسالو گابریل دقیقه های اخیر قسم یکمی بازی در میدان چیزی ایواز نشده است. نختارش همون منظره که از اول مشاهده میکنیم. در ادامه شاید تمیر رو هم باید قید کرد که دسته اسخط کمی بجورت تر است.
و به خطی حمایه خودش باور هم دارد و ما از همین چی را عینی حال مشاهده میکنیم با استانی توپ را صاحب گردیدند و میتوانند که با حمله جوابی بگذارند. آی بیگ عبدالغفاروف و اینجا بسیار هم فرصتی خوب است اگر آفساید نباشد. پاس به داخل جریمگو دریافت توپ از جانب بازینگران دسته اسخط هموم از مسافه دورتر. شما هم درک کردید که باید از همون ارسال کناری باید یک نفر دیگر ضربه میزد. آن هم اینجا ابراهیم خان شانخانوف با توپ رسیده نتوانست ضربه بعدی باشد. از دروازه بسیار هم بلند بود. ضربه کنجی دسته اسخطا که اگر خطا نکنم مرتبه دیوم است. پرتوف با داخل جریمه با توپ اول شده حمایتگران میرسند. از او توپ رو دسته اسخطا با بازی خواهد در آورد. ببینید که یک نفر در اونجا همه رو در غفلت میگذارد و او پشتنوکی ضربه میزند جانبی دروازه. ادریس امینو با مهارت بلند توپ رو در خود نگاه می‌دارد. انختراش توپداری بسیار هم با مهارت از جانب بازینگری مذکور. ریتاکو گانسالو توپ را از دست می‌دهند میزبانان. آی بک عبدالغفاروف مبارزه می‌برد برای توپ و ببینید که او با امید آن که قاعده بازی و ایران شده است از مبارزه دست کشید ولی داور برخلاف اندیشه او قرار قبول کرد. عموما سکوت ورزید و بازیگران دسته استقلال توپ را صاحب گردیدند. اصلا های بک باید بر وقت‌تر از توپ جدا میشد و این تقصیر خودش است که داور هم با او باور نکرد و توپ را بازیگران دسته استقلال صاحب گردیدند. دقیقه آخری قسم یکمی بازی با توپ منوچهر جلیلوف. 38 ادریس امینو شروانی توپ رو با محمد جان رحیموف ارسال میکند. ادریس امینو اینجا اکنون از جانب اوی بگ عبدالغفار به طور آشکار قاعده بازی ویران کرده شد. شاید همون حالتی که نسبت او قاعده ویران کنی رو داور به نظر نگرفت. او به طور عصبانی با یک جهل نسبت به ادریس امینو قاعده بازی را ویران کرد و کارت زرد را رو در رو برای خود دید. کپیتان دسته اسخطا اولین کارت زرد را در بازی امروز صاحب می‌گردد. تنها یک دقیقه ایلاوه شده است با وقتی زوی رفته در قسم یکمی بازی. این هم نگاه نکرده به اون که چند دفعه دختران با فوتبال بازان کمک کردند. بیشتر حتی 3 دقیقه رو من انتظار بودم و ببینید که در همون دقیقه های ایلاوه شده داور که 1 دقیقه رو تشکیل میدهد همگی دختران در میدان بودند و علاقه این دقیقه پشتی سر گردید. بچه خیلی که گفتیم همون 3 دقیقه رو که انتظار بودیم شاید بازی میکنند. ضربه جریموی توپ رو راست به دروازه زدن خواست کلیپ گراچوف. توپ بلندتر پرواز کرد. اگرچه دقیقه 46 پشتی سر میگردد این دقیقه دیوم باشد. از اون فرصت های لاوه کرده داور
او را باید صدای اشتهای خود را بلند کند، چون که دومین حالت خواهد بود در بازی امروزه. در مرکز اوی بیک و در همین جا داور مرکزی فوتبال بازان را با تنفس گسل میکند. هر دو دسته بدون گل میدان را ترک میکنند و در قسمی دیوم البته با تلاشی بیشتر ما آنها را انتظار هستیم. دور نروید، بعد از 15 دقیقه برمیگردیم.